حکایت پر از درد و رنج خاطره 14 ساله تا عروسی با عبدالله 47 ساله. با یکی دیگر از برنامه های من خوش آمدید. خاطره کودک بود که دوران نوجوانی و جوانیش را در شهر ایران سپری کرد. بعد از چندین سال که در شهر ایران بودند، بعد از آن پدر و مادرش را از دست می دهد. از بین رفتن پدر مادر خاطره باعث آن می شود تا خاطره واگذار به خانواده مادر کلانش شود. مادر کلان خاطره با وجود اینکه اقتصاد خوب ندارد، برای اینکه تأمین حیات کند خاطره را به خانواده ایرانی مسپارد تا برایش کار پیدا کند. خاطره کارش را با گداگری و یا ای که پول را از دیگران خواستن و یا ای که گدایگری کردن شروع می کند. بعد از مدت‌های سپری می شود و آن زن ایرانی خاطره را وادار به تن فروشی می کند. بعد از مدت‌های سپری می شود که بعدها خاطره به افغانستان دوباره بر می گردد. با شخص به نام عبدالله 47 ساله آشنا می شود. خانواده خاطره او را مجبور می سازد تا عبدالله 47 ساله با وی عروسی کند. با وجود این که خاطره 14 ساله از این عروسی رضایت کامل ندارد. حالا خاطره 14 ساله با عبدالله 47 ساله عروسی کرده است. از ازدواج اینها 5 سال سپری می شود و اینها 2 فرزند دارد. زندگی نامعلوم، پر از درد، پر از مشقت، در حالت حاضر خاطره را گرد هم گرفته است. خاطره 14 ساله حالا به تکلیف روانی گرفتار است و از زندگی خود سخت حکایت های دردآور دارد. خاطره 14 ساله حکایت را بیان می کند که گویا عبدالله برادر دارد و روز برادرش بالای خاطره تجاوز کرده است. در حقیقت این سرگذشت دختر افغانی است که به شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است.